خوهر خواهر برادر عزیز و همینطور مهمون های عزیز در این کلیسا و اندور از این کلیسا این صفحه هایی که ما توی خونه صفحه های موزیک بود صفحه میگن نه که میذاشتیم روی این صفحه همینطور این دور میزد و بعضی وقت صفحه هایی بودن که گیر میکردن اه 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 برام تقریبا یه سه ماهه که من گیر کردم در این محبت خدا گیر کردم هر چقدر میخوام بیرون بیام از این یک مطلب دیگه صحبت کنم با اون محبت خدا و چون معمولا یعنی خدا به پیامی داره و برای مهم اینه که خدا صحبت کنه نه یک مطلبی بر برداریم و بگیم که خوب نیست یک دو میشن قط بس میشه این رو باید دارم، نه یا <applause> 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 معمولا با این منم اونقدر دوست ندارم فقط به خاطر اینکه امروز کلم های زیادی خواهیم خوند. اونجا به این خاطر میکروفون رو دادم به نسرین که گفتم نسرین این آیه ها رو بتونه بخونه تا الان یه جوری راهی حلی پیدا میکنیم اینو خاموش اوکی So, okay. Parallel, در محبت گیر کردم و uh, خدا رو شکر خوشحال هستم که احساس می کنم خدا با کلیسای خودش پیامایی هست که میخواد ببخشه و دایما اونقدر زیاد نه تکرار کنه بلکه از زاویه های دیگه نگاه کنیم که واقعا جا بیفته مخصوصا محبت خدا زمانی که صحبت می در مورد ذات خدا صحبت می کنیم چون ما چی دو هفته یا سه هفته که موعظه کردم چی گفتیم خدا محبت هست شلوس آسیادتون هست نه دیگه هیچ حرفی در این قسمت نیست فقط الان این محبت الان چطور میخواد چطور میخواییم ما آشنا بشیم تقریبا چهار هفته پیش بود در این قسمت صحبت کردیم فقط امروز موضوع اینه که چنان که عیسی مسیح میگه چنان که من شما رو محبت نمودم این فلایر که هست چنان که نه فلایر رو شاید نداریم بب نداره و اینجا نوشته در یوحنا باب سینزای سی و چار و سی و پنج، به شما حکمی تازه می دهم که یک دیگر رو محبت نمایید چنان که من شما رو محبت نمودم عنوان معایزه امروز هست چنان که من شما رو محبت نمودم تا شما نیز یک دیگر رو محبت نمایید به همین به همین همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید اگر محبت یکدیگر رو داشته باشید این به یک یک استانداردی هست که خود عیسی مسیح گفته ما نمیتونیم الان بیایم که من فکر میکنم شاگرد شاگرد بودم اینه بلکه خود خدا خود عیسی مسیح گفته که از محبتی که به همدیگه میکنین دنیا خواهند دید که بیا این شاگرد ایساست و این استاندارد زندگی ما باید باشه سطح زندگی ما باید باشه حال خیلی هستن که دوست دارن بیشتر در, در مسیحیت شاید روش کنن و تمرکزشو میذارن روی خدمت روی الهیت خوندن و خیلی چیزایی هستن که ما میتونیم الان توی کلیسا انجام بدیم فقط اینجا ننوشته از خدمت کردن شما دنیا خواهند فهمید که شما شاگردان من هستی از این دانشی که دارین این رفتین مدرسه کتاب مقدس و اونجا درس خوندین از این طریق خواهند فهمید یعنی هر سوالی از شما میکنم شما میتونید جواب بدیم از این طریق دنیا خواهند فهمید که شاگردان من هستی یعنی این نگفته بلکه از محبتی که من از محبتی که با همدیگه میکنین با کدوم محبت با محبت مسیح دوباره میخوام بخونم به شما حکمی تازه میدهم حکمی تازه میدهم که یکدیگر رو محبت نمایید چنان که من شما رو محبت نمودم تا شما نیست یکدیگر محبت نمایید به همین همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید اگر محبت اگر محبت یکدیگر را داشته باشین پس اینجا سوال من یا بیشتر میگم سوال عیسی مسیح اینه که آیا اصلا کلا میخوایی شاگرد عیسی مسیح باشین آیا راضی هستین که همینطور مسیحی هستیم آیا راضی هستیم که فقط خدمت های تو کلیسا انجام بدیم خدمت های مختلف آیا این کافیه برای ما شاید افرادی از این میگه که من برای من کافیه بیشتر از این نمیخوام این خاطر امروز بیشتر برای این افرادی صحب... میخوام صحبت کنم یا شاید هم افرادی هم هستن که شاید فکرشون گذاشتن روی این چیز که من از زندگی خودم راضی هستم شاید خدا میخواد یه چیزی رو در ما بیدار کنه که متوجه بشیم چه چیز عظیمی ما از دست خواهیم داد اگر ما شاگرد مسیح نشاییم. نشیم و اینجا عیسی مسیح خودش هم ما رو فقط یک حکمی می, می بخشه و خودش رو کنار بکشه بلکه خدای ما خدا همه امکانات رو برای ما فراهم میکنه که هر شخص که ایماندار شده و تولد تازه رو به دست آورده امکان رو داشته باشه شاگرد عیسی مسیح باشه یعنی این شخصیت مسیح در او قرار گرفته باشه و هم با همون محبتی که عیسی ما رو محبت کرد ما هم نیست بتونیم به همدیگه رو محبت کنیم یک روز من مطمئن هستم جلوی داو... نمیخوام بگم داوری هر دفعه بترسونم فقط جلوی تخت فیض خداوند عیسی مسیح خواهیم ایستاد و اونجا به حال اونجا میگه که عیسی مسیح میتونه خیلی واضح خواهد گفت که همه امکانات رو برای تو گذاشتم که شاگرد من بشی یعنی شبیه من بشی فقط تو نخواستی تو فقط باز از این چیزای خورده ریزها دیگه خوشحال بودی یا همینطور در اونجا قرار گرفتی و امید من امید من و همینطور هم نسین که اینجا هستم امید ما اینه که واقعا یک کلیسایی داشته باشیم کلیسای آلفامگا داشته باشیم که واقعا شاگردایی باشن که اینطوری خدا توضیف, توضیف داده شاگردایی که همدیگر رو محبت میکنن نه فقط خدمت میکنن من میتونم خیلی به شما خدمت کنم بدون اون انگیزه ریشه محبت که آخرم برای خودم دست بزنم و بگم ببین من این کارها رو انجام دادم متوجه هستین زمانی که این فکر میاد که من برای شما به شما خدمت کردم این نشانه اینه که پشتش محبت نیست چون محبت خدا یک ماه پیش در مورد صحبت کردم اینه که زمانی که محبت عمل میکنه هیچ موقع به خودش نگاه نمیکنه که آخر برای خودش دست بزنه اون نتیجه ای که میبینه این برای اون محبت خوشبختیه از اون ما زندگی میکنیم از این عیسی مسیح زندگی میکنه این ماهیت خداست به این خاطر عیسی مسیح به ما خودش هم گفته که بیای نزد من ای گران و خسته دلا من به شما آرامش خواهم داد یوغ من رو وردارین از من یاد بگیرید من دل من حلیم و افتاده دل هستم درسته؟ و اینطوری آرامی خواهید یافت زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است یعنی منظور اینه که خدا دعوت میکنه بیا من تو رو میسازونم من تو رو آماده میکنم همه چیزا رو به تو میبخشم که تو بتونی بری و شروع کنی با همون محبت دیگران رو محبت کنی میخواد خود یه دعوتی هست بیای نزد من که ما خورد شدیم در این دنیا آرامش رو از دست دادیم همه چی رو از دست دادیم اوریان شدیم در این دنیا و میگه که بیاین و در نفوذ خودت آرامی خواهیم گرفت. پس زمانی هم که در مورد محبت صحبت می کنیم و در مورد زندگی روحانی صحبت می کنیم معمولاً منم در یک کلیسایم در کلیسای بابتیس من به ملکوت آمدم یعنی ایمان آوردم و اونجا خدا رو یه یک کلیسایی بود که به کارسماتیک بودن یعنی به روح القدس اعتقاد داشتن و اینطوری من بزرگ شدم و بعضی وقت هم که میرفتم کلیسای پنتیکاستی اون زمان تقریبا سی سال پیش بود خیلی سر صدا زیاد بود و زبان ها و نمیدم اونقدر روحانی بود که مثلا اصلا احساس کردیم یعنی یه جاهای بالا ما اونجا باید پرواز کنیم ما پنتیکاستی ها یه چیزی مخصوصی هستیم و تقریبا یه چیزی بود که خود پولس در اورینتیان اینجا در موردش هم نوشته فقط زمانی که نگاه میکنیم و برمیگردیم به محبت مسیح و به زندگی مسیح و همینطور هم عیسی مسیح میگه بیاین از من یاد بگیرین یعنی بیاین نگاه کنین منو زندگی من رو نگاه کنین همینطور هم روح خدا رو که ما دریافت کردیم اونم به ما کمک خواهد کرد و اینجا میبینیم که عیسی مسیح یاد بگیریم پس چیه نگاه کنیم پس چه کارایی کرده چه چیزی کرده رفتارش چی بود حرکت چی بود در اعمال رسولان باب ده آیه سی و هشت نیجا نوشته خدا عیسی ایسا ناصری را رو با روح القدس و قدرت خود مست کرده و و میدانید که چگونه عیسی به همه جا میرفت و کارهای نیک انجام میداد و همه کسانی که در اسارت شیطان به سر می بردن رهایی می بخشید زیرا خدا با او بود این خیلی با من خیلی صحبت کرد میگه که خدا عیسی مص... ناصر رو با روح القدس و قدرت خود مس کرده تا بره و شروع کنه به خدمت کردن به انسان به ما بلا معمولا زمانی که ما مخصوصا سمینار های میگذاریم یا موعظه های میشنویم در مورد قدرت رول قدوس آتش رول قدوس یا جلو میایم و میگه خدا من بیا منو پر کن از رول قدوس این مس تو رو میخوام یا و اینجا نگاه میکنیم به عیسی مسیح میگه که بیاین از من یاد بگیریم من پر شده بودم از رول قدوس با قدرت و با مس و چه کاری کردم شروع کردم به آمدم پایین از اون جایی که هستم آمدم پایین که برم مستقیم به تک تکش ما خدمت کنم این توضیح محبت عیسی مسیحه و جالبش اینه که خودش هم خود عیسی مسیح هم میبینیم که در کتاب مقدس در یوحنا مخصوصا چند بار اینجا در موردش در مورد همون سامریه در مورد این زنی که در سامری بود اینجا صحبت کرد در مورد این آب حیات میگه می که لیکن کسی که از آبی که من به او میدهم بنوشد ابد تشنه نخواهد شد بلکه آن آبی که به او میدهم در او چشمه آبی گردد تا حیات جاودانی میجوشد زن به گفت ای آقا آب رو به من بده میگه که این آبی که من به شما میدهم یه چشمه ای آبی خواهد گردید در تو معمولا چشمه چی میکنن؟ افراد میرن از این چشمه بر میدارن و شو میکنن به خوردن درسته؟ و خداوند اینجا اینجا در مورد روح القدس صحبت میکنه و میگه که به حال این آبی که من به تو میدم در تو یه چشمه ای میشه و این چشمه مال تو نیست که فقط اونجا تو خودت لذت ببری از این چشمه چشمه برای اینه که افراد بیان آب بردارن درسته یا نه؟ و همینطورم در یوحنا به هفت اینجا هم اشاره میکنه که هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد کسی که به من ایمان آورد چنان که کتاب میگوید از بطن او نرهای آب زنده جاری خواهد شد هر کسی تشنه هست تشنه چی هستیم؟ تشنه حیات هستیم تشنه شادی هستیم تشنه لذت های وقت‌های عالی برای با خداوند بگذاریم تشنه خوشبختی باشیم که از بین نمیره چیز ابدی هست و اینجا میگه که هر کسی تشنه هست نزد من بیاد و من این از که بی ایمان و بیاره از از بد اون نهرهای آب زنده جاری خواهد شد و اینطوری نگاه میکنیم فقط در این قسمت من خیلی مش... مشکلات رو انجام دادم به این خاطر خدا من رو اینجا گیر داده اینجا نمیتونم فرار کنم یه چیزی دیگه اصلی میخوام بهتون نشون بدم اینه که الان این میایم به حضور خدا من میگم خداوند من خواهش میگونیم آب رو به من جاری بشین آب حیات و اینجا میگه که از تو آب حیات جاری میشه نه اینطوری میاد اینجا میمونه تو حوزه میمونه و اینجا میمونه کپک میزنه اگر واقعا میخوام اونجا وصف بشم با این آب حیات پس باید جریان پیدا بشه از من درسته؟ پس میگه که هر کسی اینطوری که من اینطوری که در مقدس گفته ایمان بیارن از بطن او یعنی اونجا اونقدر با من وحش شدی اونقدر با محبت من وحش شدی و این محبت خصوصیت این محبت میخواد جاری پیدا کنه اگر نه میمیره گوش میکنید این محبت میمیره در ما اگر محبت جاری پیدا نکنه میمیره در ما به این خاطر دایما فقیر میمونیم دایما میایم آب بده آب بده آب بده یک شنبه به یک شنبه یا سمینارها به من ببخش و اینو ور میداریم میخوایم این محبت رو نگه داریم این محبت هر چقدر سعی میکنی نگه داری برای خودت محف میشه میمیره چون خصوصیت محبت جاری شدنه اگر زمانی که ما جلوش میگیریم فقط برای خودمون میخوایم استفاده کنیم کپک میزنه منظور الان این نیست که محبت مسیح کپک میزنه اون ابدیه و هر چیزی که ما نگه میداریم اینجا دیگه از بین خواهد رفت به این خاطر زبانی خداوند در مورد شاگرد صحبت میکنه که از محبت هم دیگه یعنی زندگی روزمره ماست که خیلی عادی زندگی کنیم فقط با این دید با این روش که همه چیز خداوند در اختیار ما گذاشته یه ای گذاشته و این محبتی که روز به روز ما میتونیم در حضور خداوند بیایم و تشکر کنیم شکرگزاری کنیم دریافت کنیم و این دریافت کردن رو قسمت اول ما لذت میبریم در این آرامش او در سول او در سلامتی او یا در همون لذت هایی دو ماه پیش بود در مورد لذت صحبت می کردم یادتون از عیسی مسیح لذت ما زمانی که اینو لذت میبری دیگه خصوصیت اینه که باید این الان حرکتی پیدا کنه به افراد یعنی به این دنیا به این خاطر زندگی ما باید هر چقدر روحانی هست من میگم من اشت... خیلی اشتباهی میکردم من فکر کردم فقط با زبان صحبت یا دعا, دعا کردن و جنگیدن و این چیز کارهای کارهای روحانی انجام میدم این بد نیست اشتباه نیست فقط اصل مطلب این نیست این همه چیزایی هست کتاب مقدس خوندن دعا کردن روزه گرفتن همه چی باید همکار بکنه که بتونم این آب رو از من جاری کنم برای دیگران چون استاندارد خداست از محبتی که به همدیگه دارین دنیا خواهد دید و من میخوام دنیا بدونن که من شاگرد مسیح هستم از زندگی خودم از محبت کردن خودم نه فقط اینجا بنویسم مسیح هستم یا با پشت ماشینم اونجا یک ماهی بذارم میگه من مسیح هستم یعنی خیلی وقت این کار رو نمی کنم. یه زمانی این کار رو می کردم. فقط اونقدر بعد رانندگی میکردم یعنی خلاف میکردم گفتم وای اگه کسی که پشتشه میبینه که مثلا این،, این نگاه این مسیح دور زده اصلا اجازه نداشته قرمز نه قرمز نگرفتم بعد جای پارک کردم که اجازه نداشتم به این خاطر اینو ورداشتم گفتم که آبروی عیسی رو نبرم حداقل یاد بگیرم اول درست در راستی با قانون رانندگی کنم الان خیلی بهتر شده بعضی وقت جیمز باندی رانندگی میکنم نسینم لذت میبره <applause> و یه داستانی الان نگاه کنیم عزیزان این داستان سعی کنیم واقعا همینطور عیسی مسیح گفتی بیاین از من یاد بگیرین سعی کنید نگاه کنین عیسی مسیح رفتارش پر از قدرت بود پر از روح القدس بود و مس پدر روی او بود در یوحنا باب 13 آیه یک و قبل از عید فسخ چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود خاصان خود را که در این جهان محبت می نمود ایشان را تا به آخر محبت می نمود دوازده تا شاگرد اونجا بودن و چون شام می خوردن و ابلیس پیش از آن در دل یهود، یهودا پسر شمعون از،, خروتی نهاده بود که او را تسلیم کند عیسی با این که می دانست که پدر همه چیز را به دست او داده داده است و از نزد خدا آمده و به جانب خدا می رود. و چه داستانی ایسا نشست فسح چیز بود آم، آماده بود یعنی روز فسح بود و ایسا اینجا میگه که ساعت او رسیده هست و همینطور هم به جناب پدر میاد و پدر این اقتدار رو به او داده بود و همه چیز در دست, دست او داده ما معمولا آن را فکر میکنم ولی این ایسای مسیح ایستاد و شروع کرد میگم انجام بده یا ابری آمد و شروع کرد به درخشیدن چون واقعا یه چیز عالی بود که اتفاق افتاد خدا میدونست عیسی مسیح میدونست از کجا آمده کجا خواهد رفت همه اقتدار به او داده شده بود ما میتونیم بگیم می الان نگاه کنیم اگه فیلمی بود می الان چی میکنه الان این مسیح چی میکنه هیجان انگیز بود وای چهار و پنج عمل عیسی مسی میبینی او شام او از, از شام برخواست جامعه خود را بیرون کرد و دستمالی گرفت و به کمرش بست پس آب رو ری، آب در لنگ ریخت، لگن ریخت شروع کرد به شستن پای شاگردان و خوش، خوشانیدن آنها با دستمالی که بر کمر داشت جالبه نه؟ خودش میدونست کیه همه چیز در دست خدا در دست خداش رابطه با پدر عالی همه چیز و میدونست الان به زودی خواهد رفت چه کاری کرد آمد لباسش رو در آورد و آمد یک اه، چیه؟ اه، دستمالی گرفت زانو زد آب رو ریخت روی یک تشت میگن چی؟ لگن. لگن زانو زد و شروع کرد به شستن پاهای ایسا از پاهای شاگرد هم میتونید میتونی تصور کنین؟ او میدونست کیه با این همین حال خودش رو خالی کرد و شروع کرد به شستن پاها پاهای شاگردان این خدایی که از مردگان برخواسته اون خدایی که قادر متعال هست این حقیقترین خدمت رو با دقت انجام داد کوچکترین خدمت رو انجام داد و عیسی مسیح میگه که بیاین از من یاد بگیرین. من افتاده دل هستم زمانی که نگاه میکنیم عیسی مسیح میخوام دوباره برگردونم که اینجا نوشته شده بود خدا عیسی ناصیر رو با روح القدس و قدرت خود مس کرده بود که چه کار کند لباسش رو در پایین بیاد و یه تشتی بردارد آب رو بریزد و پای, پای شاگردانش رو بشورد هیچ موقع موقع نمی که با چه قدرت چه, چه مردی هست که چه مسی روشه چه قدر، چه قدرت روح القدس در روشه هیچ موقع این کار این حرفو نمی زنیم نه یه کسی هست که زانو زده پا رو میشوره فقط از دید خدا میگه که پر از روح القدس و مس پدر روی او بود ما باید زمان، این موعظه می کنم دوباره میگم برای منم هست چون مگم من گیر کردم در این قسمت فکر نکنید که من الان چی رو میدونم الان به شما تعلیم میدم نه منم هنوز در حال شاگرد سازی هستم تا آخر عمرم خواهم بود اشتباهم خواهم کرد خرابکاری هم خواهم کرد شکستم خواهم خورد فقط حقیقت رو میدونم و دنبالش هستم و امیدوار هستم همه ما این چیز در قلب ما به وجود بیاره این کنشکاوی این آرزو منم میخوام مثل ایسای مسیح منم میخوام شاگرد ایسای مسیح بشم افتخار میکنم که اجازه دارم شاگرد ایسای مسیح بشم نه شاگرد یک معلمی در این دنیاست یک سیاست مدار شبیه اون خدای خادر متعال شبیه اون خدایی که روی تخت نشسته تمام قدرت و قوت در دستای اوست در آسمون و در زمین خدایی که روی صلیب اونجا درد و رنج های لعنت های ما رو روی خودش برداشته افتخار میکنم من اجازه دارم من اجازه دارم شاگرد او بشم و دعوتی دارم و بعد از این زمانی که خودش آمد نشست بعد از این آیه دوازده تا ایفده میگه که و چون پاهای ایشان رو شست رخت خود را گرفت باز بنشست و به دیشان گفت آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟ آیا دویزاری افتاد؟ متوجه شدین اصلا چه اتفاقی افتاد؟ میدونی یه چیزی آسمونی اتفاق افتاد؟ شما مرا استاد و آقا میخوانید و خوب میگویید زیرا من هستم من میدونم من کی هستم پس اگر من که آقا و معلم هستم پایش شما رو شستم بر شما نیز واجب است که پاهای دیگران رو بشویید زیرا به شما نمونه ای دادم تا چنان که من با شما کردم شما نیز بکنید بیای نزد من ای گرانبار و خسته دلان یوغ منو وردارین از من یاد بگیرین من حلیم و افتاده دل هستم. میبینیم زندگیشو. این افتاده دلی, دلی پر از روح پر از مست بود. آمین آمین به شما میگویم غلام غلام بزرگتر از آقای خود نیست و نه رسول از فرستنده خود. هرگاه این را دانستید خوش به حال شما اگر آن را به عمل آورید کلامی که در آن زمان بسیار تأخیر شده بود کلام غلام بود که هیچ ارزشی نداشت و اینجا میبینیم که خود عیسی مسیح خودش رو اینجا معرفی کرد من غلام شما بودم آیا فروتنی نیست نه خدای خالق دیگه خدایی که ما رو با کلام خودش خلق کرده شبیه خودش خلق کرده و میگه میاد اینجا یه بردهی میشه یا یه غلامی میشه پاهای ما رو میشوره کوچیکترین و فروتنترین کاری وجود نداره که یه کسی که واقعا میتونه بگه من خدا هستم من پسر خدا هستم و بیاد خودش رو کوچیک کنه الان تصور کنین الان سیاست مدارایی در این دنیا هستن دانشمندا هستن آیا واقعا این قدم رو بر می افراد اونقدر مغرور هستن که اصلا هیچ موقع این کار رو نمی کنن. ما هم که الان هیچ چیزی هم هستیم یعنی هیچ چیزی هم هستیم منظور من, نیست که مقامی چیزی نداریم اینجاست هست که چقدر سخته نه جلوی همسرت این کار رو انجام بده یه کسی که رو دوست داری انجام بدیم بلکه کسانی که حتی ضعیف هستن کسانی که احتیاج به کمک دارن این دار در لوحا باب 22 هم اشاره میکنه زیرا کدوم یکی بزرگتر از آنکه به غذا نشین نشن، نشینده یا آنکه خدمت میکند آیا نیست آنکه نشسته هست لیکن من در میان شما چون خادم بودم یعنی مثل که من شما رو صرف می کردم شما نشستین من غذا رو می شما رو خدمت می کردم گوش می عزیزان عیسی مسیح هنوزم به ما به وسیله رول قدوس خدمت میکنه. نشانه پر شدن از رول قدوس این است غلام عیسی مسیح بودن و خدمت خدمتکار خواهر برادران اون موقع هست که میتونه بگیم واقعا این از پر از روح قدسه مس خدا رو هست و همینطور هم در قبل از آمدن عیسی مسیح اونجا در اشای نبی باب 661 هم اینجا نوشته روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا محس کرده است تا بیام در این دنیا حکومت کنم همه چیز رو زیر پای خودم بذارم تا مسکینان رو بشارت دهم و من رو فرستاده تا شکست دلار رو التیام بخشم و اسیران رو به راستگاری و محبوسان رو به آزادی ندا کنم مس این عزیزان نه کارهای بزرگی انجام موجزه هایی انجام بدیم این موجزه همه چیزهایی که الان عطای رول قدس خود رو رول قدس رو انجام میده و زمانی که این مس رو به دست میاریم و زمانی که میخوایم شاگرد مسیح بشیم و رو جستجو میکنیم اون موقع هست که ما خدا مجانه این محبت رو و این مسی که در این محبت هست و میبخشه که بتونیم, بتونیم, به دیگران برسونیم محبت زمانی عمل میکند زمانی که آن را تقدیم کنیم که جریان پیدا کند آب زنده آبی هست که جریان باید داشته باشه و محبت خدا اینطوریه خیلی عالیه عزیزان خوبیش اینه که زمانی که ما میخونیم همینطور که من شما رو محبت کردم شما محبت کنیم خدا وقت غیر ممکنه با همون محبت محبت کردن غیر ممکنه بگذار من از تو یه کانالی بسازم بخوا بطلب و اون موقع من رو جستجو کن و این محبت میاد در تو چشمه ای میشه و جریان پیدا میکنه به دیگران و خودت هم متوجه نمیشی چقدر کارهای نیک انجام میتونی و انجام بدی بدون اینکه آخرم دست برای خودت بزنی و میگه که عالی بود وظیفه خودم رو انجام دادم و واقعا هم اینطوری هم از که آخر زمانی که محبت جاری میشه و به یه جایی قرار میگیره واقعا اونجا میبینه یه تغییراتی پیدا میشه این شادی اونقدر زیاده که فرق خودتو فراموش میکنی متوجه هستین؟ اینو باید تجربه کنیم اون موقع هست که میتونیم بگیم واقعا من محبت خدا رو زیست میکنم شکست میخواهیم خورد اشتباه خواهیم کرد منم میکنم بعد بیشتر و بیشتر میبینیم که بیشتر شکوفه میده بیشتر زیادتر میشه محبت بیشتر زیاد میشه صبر بیشتر میشه تحمل زیادتر میشه قدرت زیادتر میشه چشمت عوض میشه گوشت عوض میشه تو بیشتر نگاه میکنی میبینی که نیازهای دیگران چیان و اون موقع شروع میکنی خودت رو فراموش بکنی پدر مادرها زمانی که بچه هاتون دیگه مریض شدن و واقعا مریضی بدی دارن خودتون فراموش میکنین درست یا نه؟ اصلا تمرکزت فقط بچهش بچه تونه. به این خاطر زمانی که اینجا هم اول یوحنا رساله اول یوحنا 3 نوشته از این امر محبت را دانسته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران اضافه خواهران من آخ بنهیم از این امر محبت را دانسته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد بخشید ریخت به این خاطر میگه که ما باید همینطور این حکم خداست دیگه یه حکم تازه به شما خواهم داد و ما باید جان خود رو در راه برادران و خواهران بدیم منظور اینه الان این الان اینطوری نیست که الان من باید بیام برای شما بمیرم منظور اینه که چشم داشته باشم برای شما خودم رو اینقدر مهم نبینم شما رو از خودم مهم بدونم یه چیز تصمیمیه اینجا میگی باید بگیری نه قلبی قلبی نمیتونی قلبی میبینی که اصلا کلا تو هنوز نیازها داری پس زمانی که تصمیم میگیری و میگی خداوند کمکم کن چون محبت خدا اینه زمانی که وارد این محبت این فضای محبت میشی دیگه خودت اونجا نیستی عزیزان اونجا خدا تو رو فرو گرفته تو پر شدی از او این الان کلا میگم متوجه هستین؟ زمانی که پر شدی از محبت محبت برای خودش فکر نمیکنه متوجه هستین محبت چشم داره فقط بری دیگران خدا انقدر محبت نمود که بیگانه پسرش رو داد که ما نجات پیدا کنیم تو داوری نشیم محبت اینطوری نگاه میکنه و من سعی میکنم در این محبتی که گیر کردم تو زندگی کنم و همینطورم شما رو هدایت کنم که واقعا درست تصویری از محبت خدا داشته باشید که اشتباه نکنیم دایما گدایی نکنیم بیریم خدا من محبت بیا به من محبت کن من که من چشمه رو در تو گذاشتم تو استفاده کن بده که این محبت در تو این چشمه بیاد بیرون که اشتباه دعا نکنیم زمانی که به دیگران این محبت رو دارم و تصمیم رو میگیرم اینطوری زندگی کنم برای رسیدگی به کسانی که نیاز دارند خواهر برادرها از نیازهای ایشان یا نیازهای هر چیزایی که میتونه باشه در کلیسامون مشکلای از در سر کار افرادی هستن اونجا سر مدرسه هست افرادی هستن که احتیاج به کمک دارن شاید کسانی هستن که ترد شدن و اونجا ما هستیم که نباید تردش کنیم ما هستیم که باید دنبالش بریم این محبت دنبال اینه عیسی مسیح هم همینطور آمده کجا رفته پیش فاحشا رفته باجگیران و گناهکاران رفته منظور من این نیست که من برادر خواهرم صحبت میکنم فقط توی کلیسا باشه این روش باید طوری باشه که واقعا چشم برای این دنیا هم داشته باشیم و دنیا خواهندید که تو شاگرد هستی که زمانی که وقت رو گذاشتی برای این شخص ساعت شیشه، کار تمام شده معمولا حق تو از اونجا بری و میبینی که یه کسی از اونجا دلش تنگ شده یا مثلا یه جوری غمگینه تو نگاه نمیگونه من فایا آب من برم خونه نگاه میکنه میگه اونجا نیازه مثل اینکه ایسا هم هست میگه که برو اونجا من میخوام از تو استفاده کنم که اونو تسلی بدم این مثالی هست تا مدرسه هست تو کلیسا هم, هم اینطور. اینجا معمولا تو کلیسا یاد میگیریم و نه فقط با دوستایی که من دوست دارم کمک میکنم کسانی هم که هستن میبینم تک هستن هیچ کسی دنبالش نیست میبینم بعضی وقت میریم اونجا بالا مثلا میبینم یه کسی هست که غریبه از آمد اینجا تنها نشسته معمولا باید مثل زنبورا ما باید ببینیم اونجا شروع کنیم به دوره برش محبت کردن میبینید کجا هستی چه مشکلی داری چه چیزی هست حتی چیزایی هم هست که بگم که ما نمیتونیم انجام بدیم یا فقط معمولا هم از طریق مالی باید ذهنمونم عوض کنیم فراموش نکنیم عیسی مسیح زمانی که شاگردانش رو شست دوازده نفر بودن دیگه نه یهودی هم بود اسخروتی من اینطوری فکر کردم گفتم که عیسی مسیح میدونه این مرد میاد ما رو چیز میکنه لو میده و کلام خدا میگه که خدا ایشان رو محبت نمود یعنی دوازده نفر بودن همه رو محبت نمود تا آخر رو محبت نمود یعنی عیسی مسیح حتی یهودی رو هم میتور دوست داشت و بعد از اینم پاهای یهودا هم هم شست هر چقدر خودش میدونست او منو لو خواهد داد معمولا قبل از این میتونست بگه برو کار خودتو انجام بده یا آزده نفر اونجا پاشو میشورم و چه فروتنی باید اونجا باشه بعضی وقت شده زمانی که افراد رو ما خدمت میکردیم نسیم یا من اونجا خدمت میکردیم و واقعا وقت گذاشتیم همه کارا رو انجام دادیم بعد یک سال دو سال یه او رفت اونجا پشت ما حرف زد و شروع کرد به دروغ گفتن میگفتیم کاش که اصلا رو خدمت نمی کردیم بعد این درسایی بود که باید زیاد می گرفتیم عیسی مسیح خدمت کرد هر چقدر می دونست. او خرابکاری یه خرابکاری خواهد کرد موعظه امروز بیشتر همینطور که موضوع موضوع عنوان موعظهم هست چون کنان که من شما رو محبت کردم از آن امکان هست که بتونیم با محبت خدا همدیگر رو دوست داشته باشیم ارزش قائل باشیم بتونیم واقعا این ذهن رو داشته باشیم که واقعا خودمون رو کمتر از دیگران ببینیم این امکانی هست میتونیم زمانی که بخوایم بتلوییم و دعا کنیم یک داستانی هست دو تا برادر آخرین قسمتی که میام داستانی هست یک مثال دو برادر کوچکتر متأهل و دو تا فرزند داشت و برادر بزرگش تنها بود و یه مرزایی داشتن و اونجا هر دوتاشون اونجا در این مزرعه‌ای میتور شخ میزدن و بعد از یک مدت زمانی که غلات درو کردند و میگن غلاف غلاف خود را درست غلاف غلاف خود را به دو اندازه مستقیم کردن همینطور گذاشتن برای یک کسی برای برادر کوچیک بزرگش و بعد از این نصف شب برادر بزرگ بیدار شد گفته آخر من تنها هستم و برادرم الان بچه داره خانواده داره احتیاج بیشتر به کمک داره و شب نصف شب یکی از این غلاط رو خلاف رو برداشت و برد اونجا توی این تویله برادر کوچیکش گذاشت و رفت آمد خوابید و هم شب همون شب همینطور تو برادر کوچیکش بیدار شد گفته من آخر بچه دارم خانواده دارم اون اصلا هیچ کسی رو ندارم و نمیدونم کی میتونه مثلا در آینده این مواظبش باشه یا پس یه کاری میکنم یه دونه از این خلاف برمیدارم و میرم تو چیز توی, اه چیزه اه اه توی نم چی گفتم طویله توی طویله خود هر دو تاشو صبح بیدار شدن یهو دیدن که من که یه دونشو دو در داشتم اونجا گذاشتم الان کجاست چرا اینجا دوباره بعد از این برال گذاشتن دوباره شب بعد دوباره هر دو تاشون همزمان بیدار شدن و گفتن این کار دوباره انجام بدیم و اینم برادر کوچیک و برادر بزرگش همینطور این غلاف رو برداشت آمد و نصف راه هر دوتاش همدیگر رو دیدن موهتن سیخ میشه و هر دوتاشون این غلاف رو انداختن پایین ایشان رو در آغوش گرفتن و شروع کردن به گریه کردن و همون موقع خدای پدر خدایی که در بهش در, در ملکوت بود آنها رو نگریست و فرمود این مکان مقدسی است در اینجا من در میان آنها زندگی میخوام بکنم یک داستانی هست الان مثالی هست یعنی خدا نگاه میکنه برای من این خیلی خوب بود نگاه میکنه هر دوتاشون از همدیگه اطلاع نداشتن فقط تو قلب خودشون دیدن که من مهم نیستم برادرم من مهمه اون برادر گفته من مهم نیستم برادرم من مهمه و هر دوتا همینطور دیدن و این قلب رو داشتن و پدر نگاه کرد گفته اینجا جای مقدسیه اینجا من میخوام ساکن باشم و آرزوی من این داستان رو گفتم که من میخوام واقعا پدر آسمونی ما زمانی که کلیسامون رو نگاه میکنه و این محبت رو میبینه و میگه اینجا میخوام ساکن ساکن و حاکم باشم در همه همه ما اینجا که هستیم عزیزان امکان هست دارم مرسی امکانش هست اگه ما بخوایم چشمه هست اگه ما بخوایم حیات جاری هست اگه ما بخوایم چقدر زیباست که پدر اینو در مورد کلیسای آلف آمگا بگه بگه اینجا جای مقدسیه با هم دعا کنیم بعد از دعام میخوام دعوت کنم که امروز هم اگر خدا با قلبتون صحبت کرده که بتونیم بیاین جلو فقط قبل از این میخوام این دعا رو بکنم و پدر جان واقعا این داستان چقدر زیبا بود نشانه اینه که واقعا تو با چشمای زیبای تو نگاه میکنی به تک تک ما مرسی ایسا جان که تو خودت میدونی چیزای غیر ممکن ها نیست که از ما میخوایی بلکه تو خودمان من روح خودت رو به ما بخشیدی و روح تو اینجا هستی مرسی که جان تو خیلی زندگی عادی داشتی سه سال و نیم خدمت کردی موجزه هایی کردی فقط خدمت اصلی تو به انسان بود تو چشم برای انسان داشتی چشم برای ضعیفان داشتی چشم داشتی برای افتادگان گناهکاران خود من اعتراف میکنم که این در من و در ما اینقدر وجود نداره بعد امروز با ما صحبت کردی خداوند که واقعا چشمای قلبمون باز کنی گوشهای قلبمون باز کنی واقعا بدونیم مس شدن و همینطورم پر از قدرت شدن چه عملی یا انجام میده مرسی خداوند که روح القدس در این قسمت ما رو هدایت خواهی کرد مطمئن هستم خداوند امروزم تو با من با همه ما صحبت کردی الان یک دعایی میکنم عزیزان واقعا اگه این دعا رو آخر میگین آمین که بعد از این بیاین میتونین بیاین جلو و آخرش ما دعا خواهیم کرد و یک آهنگی هم خواهیم شنید آهنگی هست که کشیش های کوسیپیان در من 25 سال پیش بود نوشته یه مسی توشه چون با تمام دل و جان این آهنگ رو نوشته خدای آسمون ها که با روح خودت من رو خداوند تعمید بده که بتونم شبیه مسیح بشم من ایمان دارم به این آهنگ که مسیح هست توش که زمان واقعا با نیت درست میایم جلو و دعا میکنیم و میخوایم خدا میتونه امروز یه کار جدیدی در زندگی تو انجام بده این دعا رو میکنم که زمانی که میایم خداوند خودم رو در دست تو میخوام قرار بدم و میام میخوام بیام جلو که منو طوری با محبت خودت خودمند پر کنی نه برای نه برای خودم بلکه منو پر کن و محبت خودت که بتونم به این دنیا به کسانی که نیاز دارم ببرم خدا من, من میام جلو چون میخوام از این چشمه تو بنوشم و از این حیاتی از این آبی که جریان میخواد پیدا کنه ببرم به این دنیا برای این میخوام بیام جلو ایسا تو خودت گفتی بیایین به این چشمه و از من استفاده کن خداوند و این آب رو این آب محبت زنده میخوام برای خودم نمیخوام بلکه برای تشنگان میخوام برای ضعیفان میخوام ببرم برای گم شدگان ببرم حتی همینطور برای برادر خواهرایی که نیاز دارن خدا من تصمیم میگیرم امروز نه برای خودم برای خودخواهی خودم یا نیازهای خودم نگاه کنم زنده تصمیم بیرم برای دیگران فکر کنم و کمک کن خداوند که بتونم این زندگی رو زیست کنم مرسی که خداوند به من این محبت ها رو دادی و میخوام از امروز به بعد کمک کنی که ذهن من قلب من دید من نسبت به من نسبت به دیگران من نسبت به تو عوض بشه و به تو اجازه میدم روح قدس ذهن من رو عوض کنی یه چیزی برای من غیر ممکنه فقط تو میتونی طوری عوض کنی که من دیگران رو از خودم مهمتر بدونم بیا خداوند کمکمون کن تنها اگه واقعا این دعا و این کلام با قلب تو صحبت کرده الان همینطور که این موزیک رو این آهنگی هست میتونیم بیاین جلو با این ایمان و به این اعتماد که خدا این خدای زنده من اینجاست از او که منو دعوت کرده میگه بیای نزد من بیای نزد من بیای نزد من بیای نزد من بیای نزد, بیا نزد من تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید